بسم الله الرحمن الرحیم. امیر آذرفر هستم، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. امروز با آموزش تکنیک دیمتل و پیاده سازی اون در محیط مطلب خدمت مخاطبین گرانقدر فرادرس هستم و امیدوارم که این آموزش بتونه کمک کوچیکی رو در جهت رشد و بهره‌وری علمی کشور و دانشجویان محترم انجام بده. در ابتدا فهرست عناوینی که امروز با هم مرور خواهیم کرد رو بررسی میکنیم و بعد از اون وارد نکاتی کلی در مورد تحقیق در عملیات نرم خواهیم شد. مرور میکنیم مفاهیم تحقیق در عملیات نرم رو، با دیمتل آشنا میشیم، کاربردهاش رو میشناسیم، مراحل پیاده سازیش رو مرور میکنیم و در مورد دیمتل گروهی صحبت خیلی مختصری خواهیم داشت. در محیط مطلب این تکنیک رو پیاده میکنیم، نقاط ضعف و قوت روش دیمتل رو با هم مرور میکنیم، سعی میکنیم یک بار از پرسشنامه دیمتل در روش ISM استفاده بکنیم. البته این مورد رو من در آموزش فرادرس در مورد ISM هم مفصل توضیح دادم، اما اینجا هم مروری اجمالی خواهم داشت. در مورد ترکیب دیمتل و ANP صحبت میکنیم، در مورد ترکیب ISM و دیمتل صحبت میکنیم، در مورد استفاده از دیمتل در سیستم داینامیکس صحبت هایی رو خواهم کرد و در نهایت در مورد فاز دیمتل صحبت هایی رو ارائه خواهم داد. منبع تدریس من کتاب تحقیق در عملیات نرم آقای دکتر عادل آذر خواهد بود و البته از نکات سایت ها و عرض شود که مجلات مختلف هم استفاده هایی رو خواهم کرد. منتها در واقع اون کار اصلی رو و اون بیس اصلی رو در کتاب تحقیق در عملیات نرم آقای دکتر آذر جستجو خواهیم کرد. ابتدا اجازه بفرمایید من در مورد انواع مسائل در علوم اجتماعی صحبت بکنم. البته این مبحث رو به صورت مفصل در فرادرسی که در مورد ISM منتشر شده توضیحات مفصلی دادم. اینجا خیلی اجمالی انشالله مرور خواهم کرد. انواعی داره مسئله در علوم اجتماعی. مسائل معماگونه، مسائلی که اسمشون اصلا مسئله گذاشتیم و مسائل مس آشفته. چگونه این مسائل رو از هم تمیز میدیم؟ با دو معیار، صورتبندی و راه حل. اگر صورتبندی مسئله محل توافق باشه و راه حل اون هم محل توافق باشه، هر روش اجماع داشته باشن، میگه معما حل شده است، تمام. اگر مسئله محل توافق باشه اما راه حلش محل مناقشه باشه، توافقی نباشه، میگیم مسئله است. و اگر هر دو محل مناقشه باشن، خب آشفته است دیگه. دقت بفرمایید، تا وقتی صورتبندی محل توافق نباشد، راه حل نمیتواند محل توافق باشه. این خیلی نکته مهمه. صورتبندی مقدمه بر راه حل. بر اون مبنا من اومدم تکنیک های تحقیق در عملیات رو یک طیفی براش درست کردم، یک پیوستاری رو براش درست کردم. اما ما تکنیک های بهینه سازی رو داریم که کاملا ریاضی هن و در واقع میخوان از یک محیط پیوسته یک سلوشن اپتیموم رو بیرون بکشن با استفاده از عملیات های اگزکت ریاضی رو. بعد اومدیم گفتیم انتخاب بهینه داریم، الگوریتم های مثل تابسیس و ANP این کار میکنن. ما یک سری گزینه هایی داریم، میخوایم با استفاده از معیارها و وزنایی که دارن انتخاب بهینه بکنیم. ولی یه سری مسائل هم هست، ما نمی‌دونیم گزینه‌شون چیه، نمی‌دونیم عواملشون چیه، هیچ نمی‌دونیم. تازه می‌خوایم یه شناختی کسب بکنیم. به اینا میگن شناخت به ساختاردهی مفاهیم مسئله. بر مبنای این سگانه‌ای که عرض کردم، می‌تونیم یک طیفی رو درست بکنیم از تحقیق در عملیات سخت و نرم. بگیم که در واقع تحقیق در عملیات نرم هر چقدر به سمت شناخت و ساختاردهی می‌ریم، بیشتر میشه دوزش، و تحقیق در عملیات سخت هم سمت بهینه‌سازیه. معیار چیه؟ استفاده از ریاضیات. در بهینه‌سازی استفاده ما از ریاضیات کامله، یعنی ما هم در صورتبندی هم در حل از ریاضیات استفاده جدی میکنیم، ولی در تحقیق در عملیات نرم نه، از ریاضیات کمک میگیریم. اصل کار اون تحقیق کیفی ماست، اصل کار اون نظر خبرگانیه. ولی تو بهینه‌سازی وقتی ما مثلا فرض بکنیم مسئله LP داریم میخوایم حلش بکنیم، نظر خبرگانی رو کاری نداریم. اینجا هم همینه. این نظر خبرگانی خیلی برام مهم میشه. فقط از ریاضی برای ساختمند کردنش، برای اینکه بتونیم زوائدش رو بزنیم، بتونیم به یک اجماعی برسونیم نظرات رو استفاده میکنیم. اینجا اصل کار با ریاضیاته. در تحقیق در عملیات سخت اینجا اصل کار با ریاضیات. ریاضی کمک میکنه به منقح شدن. تکنیک هایی رو حالا اینجا ما صحبت کردیم. LP, SD, TOPSIS, HP, ANP, DMATEL, ISM. اینا دیگه حالا میبینید که هر چقدر از این سمت از سمت چپ به سمت راست میریم، ریاضیش کم رنگ میشه. به جایی میرسه که اصلا از ریاضی استفاده نمیکنیم، فقط از این سری فرآیند منطقی استفاده میکنیم، مثل SSM همینجوری. اما دیمتل چیه؟ یک روش برای ساختاردهی مسئله است که ما با اون به شناختی از مسئله میرسیم بدون انتخاب بهینه، بدون انتخاب بهینه، انتخابی برای ما انجام نمیدیم.
برای مسائل آشفته استفاده میشه. چرا برای مسائل آشفته برای مسائل معمولی استفاده نمیشه؟ تو مسائل معمولی من صورت بندی رو میشناسم. ما سه نوع مسئله داشتیم دیگه، فقط تو مسائل آشفته بود که من صورت بندی رو نمیشناختم. دیمتل چیه؟ برای اینکه صورت بندی بکنم مسئله رو، ساختار بدم به مسئله. پس جز برای مسائل آشفته استفاده کردنش وقت تلف کردنه. ما مسائل غیر آشفته رو میشناسیم صورت بندیش رو، برای چی یه بار دیگه بیام صورت بندی بکنیم؟ و مبتنی بر نظرات افراد و سینما. نکته واقعیت بین الاذهانی اند واقعیات اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی نظرات ذینفعان و خبرگان و افرادی که در مسئله دخیلن بر ماهیت مسئله دخالت مستقیم میکنه. این خیلی خیلی نکته مهمیه. تو علوم طبیعی اینکه من دوست داشته باشم آب در 100 درجه به جوش بیاد یا در 90 درجه به جوش بیاد تأثیری نداره، آب در 100 درجه به جوش میاد. اما در علوم اجتماعی اینکه من دوست داشته باشم کارمندم 7 صبح بیاد یا 8 صبح بیاد تأثیر میذاره بر روند خواب او، بر روند نشاط او. پس واقعیت اجتماعی علاوه بر این که حدی از عینیت یا ابجکتیویتی رو دارن، حدی هم از ذهنیت رو دارن. حالا اگر دوستان به این مسئله علاقمند باشن و البته توصیه هم میکنم علاقمند باشن، چون تحلیل های اجتماعی بدون فهم مفهوم واقعیت بین الاذهانی ممکن نیست. دوستانی که میخوان مطالعه بیشتری بکنن، کتاب در واقع جهان های اجتماعی دکتر حمید پارسانی خیلی کمک میکنه به فهم این مسئله و توصیه میکنم که حداقل یک بار کتاب رو به دقت مطالعه بکنن. در فرد در سایس اما من توضیحات کلی رو در مورد واقعیت بین الاذهانی دادم. کاربرد این تکنیک چی است؟ یک، ساختاردهی مسائل آشفته مبتنی بر ذهنیت. خب این چه بحثی؟ جایی که ذهنیت در واقع ذینفعان و افراد دخیل در مسئله بر ماهیت مسئله تاثیر مستقیم داره. تقریبا تمام مسائل اجتماعی اینجا هست. ما مسئله اجتماعی نداریم که افراد دخیل در اون تاثیر نذارن بر ماهیت مسئله. حتما تاثیر دارن. و یه جای دیگه هم هست. داده کافی وجود نداره. ببینید یه جاهایی هست. دیگه انقدر ساختارش ثابت شده میتونیم از دیتا ساختارها رو بکشیم بیرون. مثل کجا؟ بازار سرمایه. دیگه نیازی نیست با ذهن ذینفعانو بخونیم که بتونیم با روش‌های تکنیکال اقتصاد سنجی و اینها در واقع پیش بینی بکنیم. منتها فرض بفرمایید داده کافی وجود نداره. مسئله ای که نیاز به تحقیقات دیمتل نداره، ولی خب ما داده نداریم. چیکار کنیم داده نداریم؟ میایم از یک تکنیک دیمتل استفاده میکنیم. اول ساختار مسئله رو در واقع ایجاد میکنیم، بعد از اون میایم دیتا گذاری میکنیم برای اون عواملی که پیدا کردیم و شبیه سازی انجام. پس این هم از کاربرد باشه. انشالله در ادامه مراحل پیاده سازی رو هم توضیح خواهم داد. اما برسیم به این که چگونه میشه دیمتل رو پیاده سازی کرد و مراحل اجرای این روش چیه. تعیین عوامل، مقایسه زوجی، محاسبه ماتریس روابط کل، محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر عامل، تحلیل میکمک و نمودار علی معلولی. دقت بفرمایید در نهایت میخوایم یک نمودار علی معلولی بکشیم و از این نمودار علی معلولی خیلی جاها در تکنیک های مختلف میشه استفاده کرد. جدای از اینکه خودش خیلی میتونه در فهم مسئله ما کمک بکنه، ما میتونیم در تکنیک های مثل ANP، مثل سیستم داینامیکس ازش استفاده های بسیار زیادی بریم. پس این تکنیک خیلی اهمیت بالایی برای ما داره. خب شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله. ببینید در واقع اینکه چگونه میشه عوامل مؤثر بر یک مسئله یا عوامل دخیل رو شناسایی کرد، در روش تحقیق روش‌های خیلی زیادی براش گفته شده. من در فرادرس ISM یه مقداری مفصل بهش پرداختم، اما اینجا فقط من با این که یک بار اشاره کرده باشم می‌نویسم. خب اولین چیز مشاهده است. دو، ادبیات موضوع که خیلی برای ما مهمه. در هر تحقیقی لیترچر ریویو یا در واقع لیترچر ریویو یا لیترچر سروی برای ما خیلی 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 مهمه و این در واقع میتونه خیلی کار برای ما را بندازه. سه، خبرگان. این خبرگان هم برای ما خیلی مهمه. معمولا خبرگان دانش‌های ضمنی بسیار زیادی دارن و ما میتونیم بسیار بسیار ساده این دانش رو با یک مصاحبه نیمه عمیق یا عمیق ازشون بگیریم و استفاده بکنیم. خب من همون مسئله ای رو انتخاب کردم که در فرادرس ISM ازش استفاده کردم، چون بعداً می‌خوایم یک مقایسه رو انجام بدیم، فکر می‌کنم که همون مسئله رو بیاریم و یک مدل سازی روش انجام بدیم بد نباشه. پس عواملی که بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک دخیل هستن چیا است؟ مدیریت، تکنولوژی، کیفیت محصول، هزینه و سرعت تحویل محصول. که ما یک پرسشنامه رو خیلی شبیه به پرسشنامه ISM داریم، اما دقت بفرمایید در این پرسشنامه زیر قطر اصلی هم خالی هست و شما باید اینجاها رو هم پر بکنید. خب
اعدادی که در پرسشنامه قرار میگیرن معنیشون چیه؟ شدت تأثیر عامل سطر در تحقق عامل ستون. مثلا عوامل مدیریتی در اینکه عوامل تکنولوژیکی محقق بشوند چقدر تأثیر داره؟ از 0 تا 5 هم باید نمره گذاری بکنه. ما تو آیستم هم دقیقا همین رو داشتیم، هیچ فرقی با این نمی کرد. ما تا از فرد میخواستیم 0 و 1 در واقع این کار انجام بده، میخواستیم از فرد که بگیم یا تأثیر میگذارد یا تأثیر نمیگذارد یا تأثیرشون متقابل. خب تأثیر متقابل رو که با باز کردن اینجا باز کردیم و اینا میتونن اینجا در واقع این اعداد رو وارد بکنن و اینجا هم شدت رو بررسی کردیم. چون من اینجوری فرض بفرمایید که یک فردی یک خبره ای بوده و برای ما اینجوری پر کرده. اعداد برای ما مهم نیستن، ما فقط میخوایم یک بار مراحل رو با هم دیگه پیاده سازی بکنیم. خب پس یک همچین پرسشنامه ای رو داریم. اجازه بدید همینجا در مورد دیمتل گروهی صحبت بکنیم. دیمتل گروهی یعنی این که به جای اینکه یک پرسشنامه داشته باشیم 10 تا 15 تا 20 تا دونه پرسشنامه داریم. چه کار میکنیم؟ چجوری اینها رو تبدیل میکنیم به یک پرسشنامه؟ خیلی ساده، درایه به درایه از تمام پرسشنامه ها میانگین میگیریم و میانگین رو به عنوان پرسشنامه اصلی اختیار میکنیم و قرار میدیم و اسم این پرسشنامه میانگین رو M میگذاریم. تمام. خیلی ساده تر از شاید تکنیک های اسم هست. اونجا مود میگرفتیم، اونجا میانگین میگیریم و تمام. قبل از اینکه من وارد مراحل در واقع پیاده سازی بشم، اجازه بدید در مورد مفهوم رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم کمی با هم گفتگو کنیم. ببینید در این ماتریسی که الان اینجا وجود داره، کیفیت روی هزینه تأثیر میذاره. کیفیت روی هزینه به مقدار 1 واحد با شدت 1 تأثیر میذاره. هزینه هم روی سرعت تأثیر میذاره به مقدار 3 واحد. اما اگه دقت کنید توی اینجا کسی نگفته که کیفیت روی سرعت تأثیر میذاره. اما اگر ما به این شکلی مقداری عمیق نگاه بکنیم، می‌بینیم یه تأثیر غیر مستقیمی کیفیت روی سرعت تحویل میذاره با واسطه هزینه. اینا برای ما مهمه و اسمشون رو میذاریم تأثیرات غیر مستقیم. اینا رو چجوری محاسبه میکنیم؟ اگر یک عامل واسطه باشه ماتریس رو به توان 2 برسونیم به ما میده. اگر 2 عامل واسطه باشه ماتریس رو باید به توان 3 برسونیم. اگر 3 عامل ماتریس رو به توان 4 میرسونیم. برای اینکه ساده تر در خاطر شما بمونه، اگر این مثلثی که اینجا تشکیل شده، یعنی اگر این شکلی که اینجا تشکیل شده مثلث باشه و 3 ضلع داشته باشه، ماتریس رو به توان 2 میرسونه. اگر 4 ضلع داشته باشه، یعنی 4 تا متغیر باشه، ماتریس رو به توان 3 میرسونه. یعنی یکی کمتر از تعداد متغیرها یا به تعداد در واقع روابط مستقیم. ببینید اینجا 2 تا رابطه هست در این مثلث، پس ما برای اینکه رابطه غیر مستقیم رو فهمیم به توان N2 میرسونیم. به توان N3 میرسونیم چون 3 تا دون رابطه هست. 1، 2 و 3. 3 تا رابطه در واقع حائل هست. این مفهومشه. من برای اینکه این رابطه رو نشون بدم به شما و شما عمیقاً این رو یک بار ببینید، این ماتریس اولیه ما هست. ببینید اینجا 0. نشون میده که کیفیت روی در واقع سرعت تحویل هیچ نتیجه‌ای نداشته و هیچ در واقع تأثیری نداره. این هم ماتریس پرسشنامه ما هست. اما اگر من این ماتریس رو به توان 2 برسونم، میبینید که تأثیر 3 اینجا آمد و این رو داره نشون میده. اگر من یک بار دیگه به توان برسونم، نکته بسیار بسیار جالبی رو مشاهده میکنم. ببینید سرعت روی هزینه تأثیر داشته در این در واقع پرسشنامه اولی که ما داریم. سرعت روی هزینه تأثیر داشته مقدار 0. ماتریس رو به توان 2 رسوندیم، این تأثیر 0 شده. میگه که خب تأثیر غیر مستقیم نیستش که، این تأثیر کاملا مشهوده. تأثیر غیر مستقیم در ماتریس مرتبه دوم خودش رو نمایش میده. ماتریس رو به توان 3 رسوندیم، دوباره یه عدد اینجا آمده. چجوری شده؟ گفته کیفیت محصول رو هزینه تأثیر.